در این اعتبارنامه گفته شده است که اشرف غنی احمدزی با کسب 55.27% کل آرا به حیث رئیس جمهور جدید افغانستان انتخاب شده است. هرچند در این نامه آرای عبدالله عبدالله مشخص نگردیده، اما مجموعه آرای انتخابات بیش از 7,120,000 رای گفته شده است. آقای غنی در نشستی که به این هدف به روز جمعه در کمیسیون مستقل انتخابات برگزار شده بود گفت که انتخابات توسط مردم برگزار شد و پس از این در مقابل مردم مسئول خواهد بود. این حکومت قسم اتفاق دار. در امروز پیشتر گفتن تقسیم دولت نیست، تقسیم وظایف است. در تقسیم وظایف کار بید. و از این جهت همه ما متعهد به اصلاحات مستند هستیم تا تحول متداول در افغانستان عزیز ما صورت بگیرد. کار باید به اهل کار سپرده شود، ضوابط و ضوابط حاکم شود. آقای احمدزی همچنان گفت در مقابل آرای افغانهایی که در جریان انتخابات قربانی دادند در حکومتش پاسخگو خواهد بود. اشرف غنی احمدزی میگوید تحکیم حاکمیت ملی و منافع ملی افغانستان از وظایف عمده دوره کاریش است و با عزم و اراده قوی به پیش خواهند رفت. با گفته او حکومت جدید افغانستان یک حکومت واحد است و حکومت وحدت ملی مسئول تامین امنیت زندگی افغانها خواهد بود. در این حال آقای احمدزی از تجار افغان می خواهد که سرمایه گذاری هایشان را در کشور افزایش بدهند. او می گوید با تشکیل حکومت جدید در افغانستان یک فضای امید برای سرمایه گذاری به وجود آمده است.